هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. وین بوم مهنت از پی آن تا کند خراب، بر دولت آشیان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. چون داد عالمان به جهان در وفا نکرد، چون داد عالمان به جهان در وفا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این اوعوی سگان شما نیز بگذرد. این اوعوی سگان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. بیش از دو روز بود از آن دگر کسان، بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد. بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هممیهنان ارجمندی که در هر گوشه از جهان این برنامه را میشنوند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو درود میفرستم و از تلویزیون پارس با شما سخن میگویم. چامه ای را که شنیدید از سیف الدین محمد فرغانی بود که خطاب به مغولان گفته بود. این چامه ایست که در سده هفتم هجری سروده بود. خطاب به مغولان گفته بود که هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. و امروز دقیقاً گویا این شعر رو برای ملاهای وقی دریده، بی آبرو، دوست و هر چی که شما فکر کنید سروده. معمولاً میگن، یه اصطلاحی داریم میگن بیلد دیگ بیلد چغندر به زبان ترکی، یعنی اون دیگ اون چغندر رو هم لازم داره. که داستان از این نیست که یکی دروغ میگفته به دوستش و گفت من یک چغندری پدرم کاشت که وقتی میخواستیم اینو آبیاری بدیم باید گرداگرد این چغندر رو با اسب به تاخت میرفتیم و آب میدادیم تا همه جای این چغندر آب برسه بهش بزرگ شه. چغندری بسیار عظیم بوده که گرداگرد اون رو 10 دقیقه اسب فقط تاخت میکرده. اون دومی که دید این خیلی دروغ داره میگه، گفت اتفاقا پدر من مسکره و یه دیگی درست کرده که 40 روز چکشکارا مسهای این دیگ رو میکوبیدن و آمادش میکردن تا اینکه برای سر بار گذاشته بشه. اون اولیه دروغوی اولیه گفت ای بابا تو این دیگه به این گندگی چی مگه میشه پخت؟ گفت برای این دیگ اون چوندر تو هم لازمه. حالا داستان اینه، برای این حکومت
اون رئیس جمهور لازمه، اون رهبر شایسته است، اون وزیر نفت ساخته شده، اون سردار سپاه، سرلشکر، سپهبد، تیمسار برای این ساخته شده، و و و اون چه که از عوامل حکومتی میبینید کاریکاتورش در این دولت گرد اومده. یکی دو خبر رو من امروز براتون میخونم. ببینید کشور ما، کشوری که زمانی توش مؤتمرالملک ها، مشیرالدوله ها و پیرنیاها بودند، حالا چه کسانی اونجا نشستند. وزیر نفت دولت یه پاسداره، یه پاسداره. حالا این پاسدارا چجور انتخاب شدن، از آغاز چجوری توی کمیته ها بودن، شبا می رفتن نمیدونم خونه های مردم، مردم بدبخت رو می آوردن بیرون، رفته رفته مقام گرفتن، مقام گرفتن تا اینکه بعد شدن سردار و سرتیپ و سپهبد، و حالا هم که دیگه آقای احمدی نژاد اومده و نماینده همین قلدراس و هر کی رو دلش بخواد وزیر میکنه از همین پاسدارا. این پاسداری که وزیر نفت شده رستم قاسمی اسمشه، و چند روز پیش یه مصاحبه مطبوعاتی داشته. خبرنگار ازش سوال میکنه که این کشورهایی که شما رو تحریم کردند برای نفت، شما باهاشون چه رفتاری میکنید؟ جوابی که ایشون میده میزان شعور این آدم رو نشون میده. آقای وزیر نفت دولت دهم، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، آقای وزیر نفت دولت دهم تأکید کرد که اگر کشوری، خوب دقت کنید، اگر کشوری قصد تحریم ایران اسلامی را داشته باشد، یقین بدانید که ایران نیز آن کشور را تحریم نفتی می‌کند. آخه مردک، اگه یک کشوری ایران رو تحریم نفتی کنه، یعنی من از ایران نفت میخرم. حالا جناب عالی میگه یقین بدونی که ما اونم تحریم نفتی میکنیم. یعنی چی؟ سر و ته حرفتو میفهمی چی میگی؟ این دقیقا همون مثل اون شد که وقتی اتحادیه اروپا گفت که ما از اول جولای از ایران دیگه نفت نمیخریم و تحریم میکنیم، بلافاصله عروسکای درون مجلس به جنب و جوش افتادن، یه طرحی رو گذروندن و به دولت ابلاغ کردن که دولت حق ندارد، دولت جمهوری اسلامی، به اروپا نفت بفروشه. بابا اونا که خودشون گفتن ما نمیخریم. این لایحه یعنی چی؟ این یک دهنکجی بچگانه ابلهانه احمقانه. حالا این اون سخن رو آقای رستم قاسمی گفته و خبر توضیح میده که وزیر نفت در گفتگو با خبرنگار ایلنا در یاسوج، در یاسوج هم گفت، گفتند هر کشوری بخواهد وارد بحث تحریم علیه ما شود، حتی وارد بحث هم بخواد بشه، ببینید چقدر آقا عصبانی هست، وارد بحث تحریم هم بشه علیه ما، بدون شک ما نیز آن کشور را مورد تحریم نفتی قرار خواهیم داد. ای بابا، یارو داره میگه من اگه کشوری ما رو تحریم کنه و نفت نخره، ما اونو تحریم نفتی میکنیم تا آنان نیز در این بخش تحریم شوند، در این بخش، یعنی در بخش نفت. وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا گرانی های کنونی ناشی از همین تحریم ها و یا نوسانات بازار نفت نیست، خبرنگار داره میپرسه، میگه آیا این گرونی هایی که راجع به مرغ، خاربار، نان، شکر، برنج، هر چیزی که شما فکر کنید 200% 300% اضافه شده، خبرنگار میگه آیا اینها ناشی از همین تحریم نفت نیست؟ خب آقا باید بگه یا آره یا نه، یا جواب رو ببینی چی. ایشون پاسخ داد دولت برنامه‌های خوبی برای کنترل بازار در آینده نزدیک دارد. اصلا چه دخلی داره؟ داره حتی میپرسه این گرانی مربوط به تحریم نفت میگه دولت برنامه‌های خوبی داره برای کنترل بازار که به زودی آنها
اجرایی و گرانی ها را متوقف می کند. از همون دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من. کشور بی برنامه یعنی این، کشوری که وزیر نفتش پاسدار باشه، از این بهتر نمیشه. وزیر نفت در حالی کشورهای تحریم کننده نفت را تهدید میکند که فردا، یعنی البته این خبر مال پریروز بود، فرداش روز اول جولای بود، که فردا آغاز تحریم قطعی اتحادیه نفتی اتحادیه اروپا است. این به هر حال یکی از امور. خب گفتم که یکی از صفات آخوند این است که بی پروا دروغ میگه. یعنی چی؟ یعنی اونقدر پرروه، اونقدر بی آبروه، اونقدر از اجتماع و جامعه و مردم به دوره که این دهانشو باز میکنه نمیفهمه چی از این دهان میریزه بیرون. در تملق درجه بالا. شما ببینید کتابای آخوندا رو بخونید. میگه شمر موقعی که اومد سر امام حسین رو ببره، چاقو گردن امام حسین رو نمیبرید. هی شمر زور داد ببره، دید نمیبره. بالاخره امام حسین هم راحت بیده بود و میدونست که حالا نمیبره دیگه. بعد یه مدتی برای دلش سوخت برای شمر، گفت آقا زحمت بی خود نکش، اینجا رو جد من محمد بوسیده، کارت نمیبره. یه خودمون ورترش رو بگیری، خودمون ورترش رو میبره. شمر هم این کار کرد، امام حسین هم خیالش راحت شد که سرش رو دارن میبرن و بریدن. یعنی ببینید چقدر دروغ، چقدر مسخره، چقدر یاوه. در جای دیگه در جنگ خیبر نوشته علی وقتی رفت که با عمرو بن عبد به جنگه، نیزه‌ای که دستش بود بلند کرد، چنان کوبید روی سنگ، 4 متر در سنگ فرو رفت. مت الماس بوده؟ چی بوده؟ سنگ باید بشکنه. حالا دست بالاش دیگه نیروی علی قربونش برم انقدر زیاد بوده که اینو زده، سنگ باید بترکه. نه اینکه سوراخ شه 4 متر. مگه نیزه خودش چند متر بوده؟ نیزه اصلا چند متر؟ 4 مترش رفته تو سنگ فرو. یعنی میخوام بگم که آخوند اونقدر دروغ میگه که خودش هم توش میمونه. از اینا بی اندازه ما داریم. عمرو بن عبد بود که علی سر دست بلندش کرد، انقدر گنده بوده که تو کلاه خودش 40 تا شتر آب میخوردن، تشنگیشون رفت میشد، هنوز تو کلاه خوده اون آب بوده. اینا رو برید بخونید، اینا هست، پایه های کیش شیعه است، اینا دستاویزای آخوند هست. اینا رو ببینید بخونید. حالا من یه نمونه براتون میگم. وقتی بخوان تملق بگن، گفتم که تملق دروازه نداره اصلا، هرچی بخوان میرن جلو. آقای مصباح یزدی که اکثر مردم بهش میگن آقای تمساح یزدی، آخوند مصباح یزدی چند روز پیش در اردوی زیارتی آموزشی بوده. اردو رو ببینید، اردو زدن، اردوی زیارتی آموزشیه. تو زیارت چی میخوان آموزش بدن که اردوی زیارتی آموزش. حالا معلم این اردو آقای مصباح یزدیه، آخوند مصباح یزدی، یکی از وقیح ترین، گستاخ ترین، پرروترین و بی آبروترین آخوندها. همشون بی آبروان، این دیگه از همشون بی آبروتر. ایشون در جمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه، فضلای حوزه علمیه، اینا درد علم و فضل دارن، چون مطمئنن مردم اینا رو بی سواد میدونن. چون آدمی که سواد داشته باشه که نمیشه، نمیگه که علی نیزه رو زد 4 متر رفت تو سنگ فرو، نمیگه که چاقو گردن امام حسین رو نمیبرید چون محمد بوسیده بود. بنابراین اینا آدم های بی سوادن. برای اینکه همین این رو خالی کنن، مرتب و مرتب میگن فضلای حوزه علمیه قوم، آقایان علما. چه علمایی؟ تازه اون آیت الله العظمی تون
یه جزوه 8 صفحه‌ای 9 صفحه‌ای جزوه می‌نویسه راجع به آداب طهارت و وضو گرفتن و دستشویی رفتن اینا، میشه آیت الله مجتهد. تازه اون عالمه بالاهاش. این غم و قصه و که دردی که اینها دارن اینه. بعد ایشون در انجمنی که در جلسه ای که نمایندگان طلاب و فضلای حوزه، حالا برای فضلا تازه اینا رو داره میگه، حوزه علمی قم در هتل محمد رسول الله، اسم هتل ببینید، هتل محمد رسول الله برگزار شد، چنین گفت. حالا اینا سخنان آقای مصباح یزدیه. خداوند متعال به عده ای از بندگان شایسته خود لقب خاصی داده است. خدا لقب میده؟ خدا با کی حرف زده؟ چگونه لقب داده؟ حالا خداوند متعال به بعضی از بندگان مایه ها رو داره میاد که آخر سر بزنه به اوج دیگه. لقب خاصی داده. مصباح یزدی افزود تنها برخی از مؤمنان، فقط برخی و برخی از انبیای الهی را میتوان با این ویژگی ها دید. برخی یعنی همه پیغمبران نیستن، همه مؤمنان هم نیستن، همه امام هم نیستن، بعضی هاشون هستن که خداوند بهشون توجه داره. وی تصریح کرد به عنوان مثال: شاهد بودیم که بعد از اعطای لقب نبوت به ابراهیم، خدا اول نبوت رو داده به ابراهیم. اینجا را دقت کنید، مقدمه رو داره حالا میچینه برای چی. ایشون گفته شاهد بودیم. کجا شاهد بودی مردک؟ تو موقع کجا بودی؟ شاهد یعنی مشاهده میکنی. لغت شاهد از مشاهده میاد، یعنی اگر شما با تلفن یک سخنی رو گوش بدید در محضر قاضی نمیتونید بگید من شاهد بودم. شاهد یعنی با مشاهده، با چشم دیدن. به جز اینم شهادت قبول نمیشه. شهادت اصولا یعنی دیدار کردن. به همین دلیل اون کسانی که میگن در راه خدا شهید میشن، میرن خدا رو میبینن، بنابراین بهشون میگن شهید، یعنی دیده شده، خدا رو دیده. حالا از این چرت و پرت ها آخوندها زیاد میگن. حالا این میگه خودمون شاهد بودیم، تو غلط کردی، تو شاهد نبودی، زمانی که ابراهیم بوده که تو نبودی که. حالا شنیدی، باید بگیم شنیدی که بعد از اعطای لقب نبوت، نبوت یعنی امامت، پیامبری، پیامبری ببخشید، پیامبری نه امامت، لقب نبوت رو اعطا کرده به ابراهیم. و بعد از این، خوب دقت کنید، بعد از این به گفته آقای مصباح یزدی، خداوند به ابراهیم که نبوت داده بوده لقب امام هم میده. آخه مردک ابله، نبوت که بالاتر از امامته. حالا این میگه نه، چرا؟ برای اینکه رفته رفته دیگه محمد باید بره درجه دوم، علی بیاد اول و امامای دیگه، چون دکونه اینا. اینا چرا الان عصبانی شدن برای این آقای شاهین نجفی؟ برای که دکونشون رو بهش حمله کرده. دکونه اینا 14 معصوم، 12 امام، دوتا معصوم، یکی محمد، لابد یکم فاطمه است دیگه. همین. به اینا اگه کسی حب بزنه باید کشتش. چرا؟ چون دکان ایناست. حالا اینجا میفرماین حضرت آیت الله العظما تمساح یزدی میگه که اول نبوت رو خداوند داد به ابراهیم، بعد لقب امامت رو هم به او اعطا کرد. کاش دنباله رو نمیگفت، مردم فکر میکنه که آره اشتباه کرده. اعطا کرد که میدانید در اصطلاح خاص قرآنی امامت بالاتر از نبوت است. آخه توف بر تو بیاد. تو برای اینکه میخوای، حالا من میدونم چه بعدش غلطی میخوای بکنی، میخوای هی اینا رو بغلطونی 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 تا اینکه اونی که میخوای بعدش بگی. بعد از نبوت چی امامت میاد؟ چی امامت با اصطلاح خاص قرآنی بالاتر از نبوته؟
اصلا تو قرآن کجا اسمی از امامت برده شده؟ کجا سخن از امامت گفته شده که تو اومدی چیز می... بعضی دوستان به من خورده میگیرن میگن که تو زیاد راجع به اشارات اینا از قرآن نیار، برای که حال خیال میکنن خودت هم آخوندی. نه آقا جان، اینا رو من میگم برای که اینا دستاویزشون اوناست. من این دستاویز از اینا میخوام بگیرم، بگم اونی که تو بهش تکیه داری میکنی اون هم چیزی که تو میگی نیست، یعنی تو به هیچی معتقد نیستی. به هر روی لقب امامت، امامت در اصطلاح قرآنی بالاتر، هزیان پشت هزیان، هزیان پشت هزیان. مصباح یزدی تصریح کرد، همه این پایه ها رو ریخته برای این، تصریح کرد که جای تأسف است که چرا هنوز نتوانستیم جانشین امام رهه، یعنی امام اون گراز بالا خمینی رو میگه، امام رهه مقام معظم رهبری کنونی را به درستی درک کرده باشیم. همه اینا رو گفته برای این، برای اینکه هی بخواد تملق بگه به اون علی خامنه ای. اول گفتن از شکم مادرش که اومد بیرون گفت یا علی، بعد دیدن مردم هر 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 بهشون خندیدن دیگه خفه شدن، حالا هی میخوان اینو یه گندش کنن دیگه. حالا اینجا آقا اول اومده گفته نبوت رو به ابراهیم، بعد امامت رو داده که از نبوت بالاتره، در اصطلاح قرآنی هم بالاتره. اما حالا متاسفانه ما، یعنی همه آخونده و اینا یا ملت ایران، هنوز نتوانستیم مقام عظیم جانشین امام رهه رو بشناسیم و ببینیم چقدر این جانشین بالاست و به هیچ عنوان نمیتوان بر روی کره زمین، خیلی جالب، به هیچ عنوان نمیتوان بر روی کره زمین و آسمانها، آسمانها یادتون هست این جمله که خودش گفته، مانند مقام معظم رهبری را پیدا کرد. نداریم، اصلا وجود نداره. اگه تا حالا از قول خدا گفتن لولاک محمد، اگه محمد نبود من جهان رو خلق نمی‌کردم، حالا لابد اگه خامنه ای نبود دیگه جهان خلق نمی‌کرده دیگه. چرا؟ جواب داده، برای اینکه ایشان نمونه برجسته ای از ائمه اطهار شد امام، ایشان نمونه برجسته ای از ائمه اطهار و اجدادشان هستند. مردک تو رو باید کشت اگه میخوای اهانت به امام رو بکشن. کسانی که به امام اهانت میکنن، بزرگترین اهانت رو تو کردی، یا آخوند تارزن رو برداشتی کشتی جای میمت ها. آقا هنو اینایی که میشستن پای ساز آقا زنده، تو چی اومدی مزخرف داری میگی؟ ننگ بر تو باد مردک متملق و چاپلوس. اون پیامبری که تو میپرستی، میگی میپرستم و دروغ میگی، جمله‌ای داره میگه بر چهره ستایشگران خاک بپاشید. از تو ستایشگر آقای مصباح یزدی کسی هست؟ یه آخوند جلنبر و آخوند درجه سه رو حالا آوردی میگی در تمام کره زمین، در تمام آسمان‌ها، خبر لغت آسمان‌ها اومده، در تمام آسمان ها نمیشه مانند اون رو پیدا کرد. چرا؟ که ایشان نمونه برجسته ای از ائمه اطهار علیه السلام و اجدادشان هستند. خب این یه نمونه از تملق و چاپلوسی و خرافات دیگه، فرق نمیکنه اینا، اینا میخوش یه نوع خرافات. به خبر دیگری میپردازیم، ولی قبلا از دوست ارجمندم آقای وارتان خواهش میکنم اگه آگهی هایی هست بگذارن، بعد برگردیم دنباله برنامه رو بگیریم. بله، من عاشق ایرانم، واقعا همه ما عاشق ایرانی. کشور زیباییست اینجایی که هستیم، آدم های انسانی داره، آزادی به معنای واقعی هست، ولی ایران نیست، ایران ما نیست. ما اون ایران رو دوست داریم، اون ایرانی که دزدیده شده از ما.
به هر روی آقای محسن اژه‌ای، آخوند محسن اژه‌ای، آخوندی که سخنگوی دادگستریه، گوی و دادستانه و سخنگوی دادگستریه. حالا شما فکر کنید در یک کشور اون چیزی که قانون رو سازمان میده، قانون رو حراست میکنه، قانون رو نگهبانه، قانون رو میگسترانه، دادگستری. اسمش هم روشه دادگستری. زیر نظر این دادگستری شما ببینید چه بلایی این بسیجی ها و این زنان زینب کماندو و این نیروی انتظامی سر این دختران معصوم در این تابستان گرم با اجرای قانون ابلهانه و احمقانه و زورگویانه حجاب اسلامی، به اصطلاح اسلامی، بر سر این مردم در بیارن. و باز این دختران، باز این گردآفریدها، باز این پهلوانان میدان مبارزه با آخوند جلو اینها ایستادن، فعالیت میکنن، اهانت میشنوند، واپس نمی نشینند، مبارزه میکنند، پیش میروند، پیش میروند، آبروی اینها رو بردن. اینهایی که اینقدر وقیح بودند حالا رفته رفته دارن حس میکنند که دیگه آبروی در جهان ندارن. خودشون میدونن که کارشون درست نیست، منتها از بس پررو هستن و بس قشری فکر میکنن دنبال کار خودشون رها نمیکنن. چرا؟ برای اینکه اینها قشری هن، همونطوری که گفتم، اینا مثل این اسبهای عصاری و آسیاب که این ور اونور چشماشون رو میبندن فقط جلوشون رو میبینن و دور میزنن، اینا از همونا. اما حالا داستان فرق کرده، حالا کشورهای جهان آخوندها رو محاصره کردن، محاصره اقتصادی، تحریم اقتصادی، کیسه پولشون رو ازشون دارن میگیرن، نفت رو، پول این نفت رو میگرفتن، چند قسمت میکردن، قسمتشو میدادن حماس، قسمتشو میدادن شیخ حسن نصرالله، یه بخش بزرگش هم میدادن بشار اسد، و اون مقدار دیگری هم که میموند قسمت اعظمشو میدوزیدن و به بانک های خارجی میسپردن، اون قسمت اندکی هم که میموند خرج فشار به حلقوم زنان و مردان ایرانی میشد. حالا از چند طرف اینها زیر فشارن. یک، از طرف جهان. اینا خیال کردن همیشه میتونن سر جهان رو کلا بذارن، چون خودشون حقه بازن. معمولا یه برخورد یه آدم پاک با یه آدم حقه باز یکی دو بار کلا سرش میره سر اون آدم پاک، ولی بعد دیگه میفهمه، خب جلوشو میگیره. بر این پایه از این دیدگاه مشتشون باز شده. از یه بر جهانیان شناختن، از یه طرف به علت این که نفت تحریم شده، درآمد کم شده، این مردم عصبانی نیه، مرغ وحشتناک گران شده، تخم مرغ وحشتناک گران شده، نان، یادش بخیر دکتر بختیار میگو اگر آخوند بیاد بر شما فرمان روایی بکنه یک دانه نان سنگک 100 تومان خواهد شد. ما خندیم، آب 100 نون سنگک 5 داری که 100 تومان نمیشه، آقا شده 500 تومان. چقدر این مرد روشن بود، چقدر خوب آخوند رو میشناخ. به هر روی این آسیب هایی که به زنان و دختران وارد کردن به عنوان بدحجابی، و هر روزم گفتن ما دیگه تا حالا حجاب و بیحجابی داشتیم، ما دیگه بدحجابی داریم، نمیدونم شل حجابی داریم،
نیمه حجابی داریم، از این چیزا زیاد داریم. این یکی دو بارم دو تا فیلمو نشون دادن، یه دختر 14 15 ساله‌ای رو که موش رفته و عقب به زور می‌کشیدنش که بندازنش تو ماشین پلیس و مردم هم شلوغ کرده بودن اینا. بعدم نیروی انتظامی عصبانی شد، با بلندگوی ماشین پلیس فوشای رکیک داد که فقط شایسته خواهر مادر خودش بود و مردم هم عصبی شدن، حمله کردن، دختر رو به هر حال نجات دادن و ماشین هم گریخت دارن. اینا اثر روانی داشته. حالا دیده از یه طرف که دنیا باشون بده، خب دست کم اینجا رو یه خود شل بدن، برای اینکه اگه این کار نکنه خب مردم هم بلند میشن. تا چقدر میشه یک فنر رو فشار داد؟ شما تا یه حدی فنر رو فشار میدید، ولی وقتی که فشار زیاد بشه دست شما خسته میشه. اگه رها کنی فنر میره بالا. الان وضعیت ملت ایران اینه. حالا اینا با همه حماقتشون اینو فهمیدن. این سخنانی که آقای اژه‌ای، محسنی اژه‌ای، نماینده یا سخنگوی دادگستری گفته درباره این زینب کماندوها و این بسیجی ها و این نیروی انتظامی، نشون میده که دیدن هوا پسه، میخوان یک کمی فشار رو کم کنن. وگرنه اینا که دلشون نمیسوزه، دلشون بر مردم نمیسوزه. باری خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای به نیروی انتظامی توصیه کرد که در برخورد با بدحجابی نیروی انتظامی موظف است ضوابط لازم را رعایت کند. حالا دلت سوخت دیگه، حالا ضوابط شناس شدی، حالا نیروی انتظامی باید ضوابط رو نگه داره، ضوابط را رعایت کند. و وی گفت این مسئله ای نیست که شما بتوانید با زور و اجبار همراه کنید. حالا فهمیدن که با زور و اجبار نمیتونن. آقا با زور نمیتونی سر دختر ایرانی امروز رو که این همه وسایل خبری در اختیارشه و از دنیا خبر داره و دنیا از اینا خبر داره، با اون وضع موهن که بعده. حالا شما همه تون مقدس و مؤمن و چشم پاک و اینها شدید که ایمان و امان داره به سرعت برق میره و شما اومدید گرفتید جلوشو که نکنه این ایمان و امان از میان بره. حالا دیگه آقا اومده مدافع شده، آقای محسنی اژه‌ای میگه که بدحجابی یه ضوابطی رو شما باید رعایت کنید و این با زور و اجبار شما نمیتونید این کارو بکنید. در نشست خبری روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی یعنی آقای محسنی اژه‌ای، خبرنگاری از ایشان پرسید با توجه به اینکه فصل گرما در پیش روست و با پوشش‌های خاصی در سطح شهر مواجه هستیم، آیا قوه قضاییه و به تبع نیروی انتظامی تدبیر خاصی را در نظر دارد یا سیاستی را برای برخورد با پوشش‌ها در سطح جامعه در نظر دارد یا نه؟ آقای محسن اژه‌ای پاسخ داد. اولا به خصوص در فصل تابستان خود مردم و خود خانم‌ها و خود آقای، حالا دیگه خانم آقا شناختن دیگه، حالا وضع خرابه، با یه گردن کلفت نیرومندی طرفن که شوخی سرش نمیشه، حالا باید بیان طرف مردم دیگه التماس کنن، خواهش کنن گرد از سرشونه هاشون ببریزن، حالا دیگه مردم شناس شدن. به هر روی اولا به خصوص در فصل تابستان خود مردم، خود خانم ها و خود آقایان باید رعایت کنن و پوششی داشته باشند که مناسب با جمهوری اسلامی باشه، یعنی بیان تو کیسه جمهوری اسلامی، اونم گرما و تابستان، و مطابق با موازین شرعی. مردم چقدر باید تاوان این موازین شرعی رو بدن؟ اصلا بیاین تعیین کنین موازین شرعی رو. دخترک چکمه بپوشه، اون یارو افسر انتظامی رادان مادان یه ابلهی مثل همه اینا میگه چکمه بپوشی
برجستگی و فرو رفتگی رو بعد من چکمه چجوری برجستگی و فرو رفتگی رو نشون میده. بعد شلوار بپوشه تنگ پوشیدی، دامن بپوشه کوتاه پوشیدی، مانتو بپوشه تنگ پوشیدی. این نمیدونن بابا مردم چیکار. با این حال درود بر این دختران، درود بر این زنان، در برابر تمام این زنان و دختران دلاور که 33 سال با گروه ابله قشری گرازمانند دارن می جنگند و واپس نشستن. و من مطمئنم بالاخره اونها رو زمین خواهند زد. به هر روی آقای محسنی جعی گفتن که موازی با موازین شرعی باشه. این مسئله ای نیست که با اجبار بخواید شما مردم رو مجبور کنید، با زور بخواید با آن روبرو بشید. ببینید دیگه جا زده دیگه. مگر در مواردی کسانی باشن که این موضوع رو رعایت نمی کنن، که باز هم بهتر است به مردم فقط در حد تذکر به عنوان امر به معروف گفته شود. عجب امر به معروفیه که گردن دخترک رو گرفتین با اون رو سرش کشیدین، دارین اصلا مثل یه گوسفند میندازینش تو ماشین. آخه شرم کنید، اینا هم میهنان شما هستن، اینا ناموس شما هستن. تو ناموس رو فقط به اون یتک پارچه میدونی؟ نمیدونی زیر اون پارچه یتک پارچه به نام چادر چه خبره؟ و نمیخوایم بدونی. اون میخوای فقط به مردم یه زوری بگی و خودی نشان بدی. به هر رو به مردم اون هم در حد تذکر به عنوان امر به معروف گفته شد. آقای محسن اژه‌ای با بیان این که ناهنجاری های عدم رعایت حجاب مردم را اذیت می کند تصریح کرد در مواردی که جرمی آشکار است ضابطان قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با آن برخورد کنند. ما حالا ببینید برای مردم چقدر دستگاه فشار درست کردن. ما 26 دستگاه داریم، 26 دستگاه اسم میبره، هر کدام وظایفی دارن. کلیه دستگاه ها اعم از صدا و سیما ایران، رسانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزه های کمیته ها، سازمان تبلیغات، بسیج مستضعفان را همه این وظایف را همه وظایفی بر عهده دارند و همه دستگاه ها وظایف خود را باید به نحو احسن انجام دهند و قوه قضایی هم از برخورد نیروهای انتظامی و ماموران اجرا در جرائم آشکار، نه فقط مسئله برخورد حجاب و یا بدحجابی، حمایت میکنند. البته نیروی انتظامی باز هم میگویم که باید ضوابط لازم را در برخورد با این جرائم و خانم ها و دختر خانم ها رعایت کند و از حد امر به معروف تجاوز نکند. هوا رو پس دیدن، هوا پسه، بنابراین شل دادن جلو مردم. مردم کلا سرتون نره، اینا آدم شو نیستن. به محض اینکه موقعیت گیرشون بیاد از این خشنتر میشن. حالا برای اینکه در برخورد با یک نیروی محاسبگر هستن، گروهی در برابر اینها ایستادن، جهانی در برابر این عقب مانده های تروریست دروغوی خرافاتی ایستادن. حالا اگه شما رو بهتون یه دستی سرگوشتون نکشن بکشن، گول نخوری، کار خودتون رو انجام بدید، محکم ایستید. اینها یا مجبورن خشن بشن یا عقب نشینی بیشتر بکنن. اگه خشن بشن که آبروشون رفته و نمیتونن دید. بنابراین ممکنه واپس نشینی بیشتر بکنن و هر یک گامی که اینها عقب برن به سودشون، هر یک گامی که بیان عقب به نفع ملت ایرانه. گروهی ابله که تمام زندگی رو
تمام کشورداری رو، تمام اداره یک کشور رو در این دونستن که یه مو از زیر روسری طرف بیرون نیاد، یک دونه مون علم الهدا در مشهد گفت دیگه، ببینید طرز فکر رو ببینید، گفته اگر یک موی زن از زیر روسری بیاد بیرون خون 100 تا شهید پامال شده. من نمیدونم آخه خون شهید به موی زن چی کار داره؟ آخه مردک حیف اون نونی که تو خوردی به 80 سالگی 90 سالگی رسیدی که بنزه یک بچه 5 ساله سرت نمیشه. اگه یه مو بیرون بیاد خون باطله، خون شهدا. شهدا اصلا خودشون باطل شد با اومدن خمینی و شماها. اونا خیال کردن که آزادی میگیرن، نمیدونستن که یک مش حق باز پشت سپر دین ایستادن تا اونها رو به زنجیر ببندن. بر روی وقت من در اینجا تمام شد، با پوزش از دوستانی که بنا شد براشون دنباله قاجاریه رو بگم که میگذارم برای هفته آینده، و تا هفته آینده و تا برنامه فارسی در روز آدینه همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.